در انفجار یک خودرو و دو بمبگذاری انتحاری در منطقه حرم زینب کبری در حومه دمشق ده ها تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت این حملات اتوبوس حامل شبه نظامیان شیعه را هدف قرار داد و حدود 40 نفر از کشته شدگان شبه نظامیان وفادار به رژیم سوریه بودند. گفته می شود شبه نظامیان حزب الله لبنان و شبه نظامیان ایران و عراق در این منطقه حضور گسترده ای دارند. این در حالی است که استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که خوشبین و مصمم است که اپوزیسیون سوری به روند صلح که مذاکرات آن روز جمعه گذشته آغاز شد ملحق شود. با این حال اپوزیسیون سوری میگوید در حالی که حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان ادامه دارد، تلاش برای یافتن راه حل پایان دادن به بحران سوریه ناکام خواهد ماند. روسیه بیش از 450 حمله هوایی در یک هفته گذشته در سوریه انجام داده است که آنچه مسکو مواضع تروریست ها می خواند را هدف قرار داده است. در همین حال وزرای خارجه ترکیه و عربستان روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک گفتند بر حمایت از نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه و تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح سوریه ادامه خواهند داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت بشار اسد باید از قدرت کنار گذاشته شود و ریاض از هر تصمیمی که اپوزیسیون در سوریه اتخاذ کند حمایت می‌کند. ما از تصمیمات آنها حمایت میکنیم، چه آنها بخواهند مذاکره کنند و یا مذاکره نکنند. بر آنها فشار نخواهیم گذاشت. نقش ما مشورتی است که گزینه ها را مشترکاً بررسی کنیم و بهترین راه را برای پیشبرد اهداف آنها پیدا کنیم. در آخرین تحولات مربوط به اوضاع در سوریه آمده است که بریت مک‌گورک فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما در ائتلاف بین المللی علیه داعش از شهر سوریه کوبانی دیدن کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی نیز آقای مک‌گورک را همراهی کردند. شبه نظامیان کرد سوری موفق شدند سال گذشته زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شهر کوبانی را که در تصرف داعش بود پس بگیرند. آزادسازی کوبانی یکی از بزرگترین شکست‌های داعش تلقی می‌شود. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.